با درود حضور شما بینندگان گرامی تلویزیون ITC، اسد زرمهرم در خدمت آقای دکتر ناصر عابدی، وکیل رسمی در کانادا. آقای دکتر خوش آمدید. با سلام خدمت شما و همچنین با سلام خدمت بینندگان محترم تلویزیون ITC که این برنامه را دارن ملاحظه میکنن. پیش از گفتگومون خدمت شما بینندگان گرامی بگم که این برنامه صرفا اطلاع رسانیه، به هیچ عنوان به عنوان مشاوره حقوقی به حساب نیاد. اگه میخواید مشورت حقوقی داشته باشید، با شماره تلفن‌هایی که پای صفحه تلویزیون میبینید با آقای دکتر تماس بگیرید تا به امید خدا مشکلاتتون حل بشه. پیشگیری بهتر از درمان میگن، درست آقای دکتر؟ دقیقاً. جلوشو که بگیری، بعد وقتی که گرفتار شدی اون موقع دنبال درمان که اون درمان ممکنه خیلی هزینه داشته باشه، وقت ببره، همه کار، ولی قبلش که پیش بینی بکنی با یه وکیلی با یه مشورت بکنی کارا بهتر میشه. خب حالا یکی از اون مشکلاتی که اولیه گفتین که در وهله اول هفته پیش گفتین که بیشتر مشکلات دادگاه ها در وهله اول مشکلات خانواده است، درسته؟ و مشکل خانواده هم یکیش همون جدایی و گرفتاری و تقسیم اموال و ارث و میراث و چه میدونم اینجور چیزاست که البته ارث میراث فرق میکنه، ولی اونم به خانواده مربوط میشه. ولی همین جدایی که میشن، تقسیم اموال یکی از مشکل ترین قسمت هاشه، درست های دکتر؟ دقیقاً. ببینید، وقتی که افراد جدا میشن، بزرگترین مشکلی که طرفین دارن که میباید از طریق یک وکیل مجرب حل شه، مسئله تقسیم امواله، که باید مشخصه که اصلا اموالی که مورد بحث هست و باید مورد تقسیم قرار بگیره چیه. ما چه به صورت مذاکره باشه که بخوایم مسائل رو با توافق جلو بریم، یا مسائلی مطرح است که مجبور بشیم پرونده رو به دادگاه ارائه بدیم، اولین موردمون اینه که اول شناسایی کنیم اموال چی هست. به عنوان مثال خونه که افراد دارن زندگی میکنن، آیا اجاره ایه یا متعلق به خود موکل هستش؟ آیا این خونه متعلق به یک نفره یا متعلق به دو نفره؟ دو، آیا ما اموال دیگه ای رو به عنوان پراپرتی یا اینوستمنت پراپرتی داریم در کانادا یا نه؟ آیا غیر از کانادا اموال دیگه ای در خارج از کشور وجود داره یا نه؟ این بحثی که همیشه مطرح است که برای ما، خب آیا رابطه موکلان ما ناشی از ازدواج یا کامن لا اسپازه؟ اگه کامن لا اسپاز باشه، تا حدودی امکان داره که این نسبت درسته که اموال به نام یکی باشه، ولی ممکنه که به نوعی بشه تسریعش کرد، مسئله که اموال میتونه به دیگری هم مالکیتش ارائه شده باشه. یعنی میخوام بگم بحث‌های حقوقی مختلفی هست که یک وکیل تو مقطع اولیه میبایست همین ها رو آیدنتیفای بکنه و موکلش بحث بکنه. بحث میره کلمتون، یک توضیح در مورد کامن لا اسپاز بدیم که بسیار کسانی هستن که با همدیگه زندگی میکنن ولی به ثبت نرسیده. دقیقاً. همچون که آقای زریم فرمودن، مسئله کامن لا اسپاز اگه به کار میبریم، یه اصطلاح قانونیه که دو نفر مثل زن و شوهر عمل میکنن، تمام روابط حقوقیشون هست، ولی اینها ازدواجشون رو به ثبت نرسونده. به تبع چون ازدواج رو به ثبت نرسوندن، دارای یک سری حقوق نسبت به همدیگه هم هستن، اما این به این معنا نیستش که حقوقشون مثل فردی که ازدواج کرده. بعد در ارتباط با آیدنتیفای کردن اموال، بحث حسابای بانکی رو داریم، بحث شرکت ها رو داریم، بحث این داریم که چه سهامی یک فرد میتونه داشته باشه، چه در بازار سهام به صورت سهام شرکت های عمومی باشه یا شرکت های سهام خصوصی بوده باشه، صاحب بیزینس ممکنه باشه، آیا صاحب بیزینسی هستش که به عنوان شرکت داره عمل میکنه یا به عنوان سلف ایمپلویده، یعنی بحث سلف ایمپلوید هم مطرحه تو این زمینه. تمام اینها باید آیدنتیفای بشن و اینکه آیا تو این مطلب پنشنی وجود داره، بازنشستگی وجود داره. بعضی از مشاغل حرفه‌ای مثل کسایی که عضو اتحادیه‌های مختلف هستن، از جمله پرستارا، از جمله راننده ها، خب اینا پنشن های مخصوصی رو دارن،
بازنشستگی حساسی دارن که اونها هم باید به عنوان اموال ذکر بشه. خب تمام این مسائل متعدد و مختلف وجود داره. اگه به سن بازنشستگی نرسیده باشن چه جوریه؟ ببینید بازنشستگی مثلا برای نرس ها، برای کسایی که عضو اتحادیه هستن، یونیون هستن، یا بعضی از شرکت ها، این شرکت ها برای کارمندانشون 1% رو بازنشستگی میذارن که بعضی موقع بازنشستگی بر اساس اسناد مدارک جزو این کام هست و به فرد داده میشه موقع اینکه حقوقش پرداخت میشه که من اینو دیدم تا بعد 9% و بعضی مواقع است که او شرکت که کارفرما هست به جای که این 9% داده میذاره تو صندوق بازنشستگی مخصوص خودش. خب اون 9% سالانه افزایش پیدا میکنه، به اضافه که سرمایه گذاری هم میشه و اون سرمایه گذاری ممکنه که در روز سپریشن مبلغ قابل توجه باشه. در بعضی از پرونده ها من تا 150,000 دلار هم دیدم. از این لحاظه که باید دید که به چه صورته که آخرین بار به اصطلاح پرونده اخیری که الان داریم ما تمامش میکنیم، مثلا موکل طرف مقابل ما عضو از همین پروفیشنال هاست و به تبع مبلغ قابل توجهی رو الان به عنوان بازنشستگی داره که این میاد توی قسمت تقسیم اموال. بله. و باید ولیو این، ارزش این در روز سپریشن مشخص بشه. به تبع عوامل متعددی وجود داره تقسیم اموال. بعضی مواقع هستش که اگر دو طرف دارن از هم جدا میشن، ما به موکلا میگیم که لطف کنید زمانی که از هم دارین جدا میشید همه اموال رو ثبت بکنید، دو طرف دیسکلوزر کامل به هم دیگه بدن که مشخص شه که اموال از کجا اومده، چجوری اومده، واقعا کدوم اموال هست که ارثیه است، کدوم اموال هست که هدیه است، کدوم اموال هدیه قبل از ازدواج، کدوم اموال ارثیه قبل از ازدواج، کدوم اموال بعد از ازدواج به فرد به عنوان ارثیه رسیده و به چه شکل شده و اصلا امروزه کجاست. موارد مالی میشه گفت از پیچیده‌ترین قسمت‌های حقوق خانواده است، به دلیل اینکه یکی ممکنه بخواد اموال رو دقیق اعلام نکنه یا بخواد کتبان بکنه ارزش واقعیشو، یا بعضی مواقع هستش که اصلا وجودشو میخواد انکار کنه. مثلا طلا ممکنه طلاها و طلا جواهر داشته باشه، خانم همش که لو نمیده در طول این سال‌ها چیز بوده، فقط بگیم من همین یه حلقه رو دارم با این گردنبند. بعد مثلا نشون داده میشه که عکسای وجود داره که خانم با تو عروسی ایکس و ایگرگ شرکت کرده و هر دفعه که شرکت کرده یه گردنبند مثلا خیلی سنگینی روی گردنشه، یا اینکه پالیسیایی وجود داره که شما وقتی که میری بیمه خونه آتش سوزی رو میخری تو بیمه اعلام میکنی که مثلا من به ارزش 50,000 دلار جواهر دارم. خب بالاخره تو این مقطع یه چیز اونم جزء امواله دیگه، به شرطی که مثلا هدیه قبل یا ارث میراثی چیزی نباشه. ببینید مشکلمون رو طلاها همیشه بوده و خواهد بود، به دلیل اینکه یک سری این طلاها به عنوان هدیه به جفت داده شده در زمان که مثلا دو طرف نشسته. تو فرهنگ خودمون هم هست، مثلا معموله که وقتی که سکه طلا داده میشه به چه معنیه؟ سکه طلا که نمیشه تو انگوش کرد، نمیشه به گوش آویزون کرد، نمیشه به گردن انداخت. بله. پس نشون میده که یه ارزش مالیه که به دو طرف داده میشه. بعضی مواقع سکه ها خیلی زیاده، یعنی من الان توی پرونده بود 150 سکه طلا فقط داشتن طرفه. خب بعضی مواقع هستش که باید نگاه کرد که به چه صورت هست، از کجا میاد. یه موقع ممکنه که ما مطرح بشه که غیر از سکه طلا و هدیه مختلفه، بحثی که امروز وجود داره و از ما قضات هم دست میذارن روش اینه که خب پدر عروس خانوم مثلا اومده توی کانادا یه ماهی هم بخواد بمونه، یه فرش از ایران ورده با خودش، این فرش مال کیه؟ آیا مال عروس خانومه یا مال آقا دوماده یا مال جفتشونه؟ این بستگی داره که چجوری بهشون میده؟ آخه موضوع همینه که وقتی که مثلا ببینید من برای شما دو نفر آوردم، یا اینکه مشکلی که داریم هم همینه، به دلیل اینکه اگر روز اول پدر خانوم بیاد توی خونه و بگه که این فرش آوردم واسه دخترم، داستانش فرق میکنه. خب درگیری‌ها تو خونه شروع میشه.
بعدم میخواد بمونه، یه ما دو ما بمونه، میگه تو خونه پسر آقا دوماد نمیمونه. جای سواله که باید بهش بررسی بشه، جای سوال داره. میگم یعنی مشکلات متعددی داره، یا مثلا بعضی موقع وقتی جدا میشن معلوم میشه که این فرش مالکیه. بعضی موقع تا آقای دوماد میگه اوکی میدونی چه، این مال باباش بوده واسه این آورده، من نمیخوام. ولی یه موقع میگه نه بابا، این اومده تو خونه من و مدتی مپذیرایی کردی، به منم گفتن که ایشون آورده، تشکرم منم کردم. یعنی میخوام بگم مشکلات مختلفی پیش میاد. آره، مگه مثلا به جدایی کار ما نمیکشید، این فرش مال هر دوتامون بود، هنوز هم هست و خواهد بود. یعنی میخوام بگم که این مشکلات وجود داره، ولی اگه مثلا پدر خانم به جایی که بیاد یه دونه فرش بره یه دونه دستبند بیاره، خب دستبند رو وقتی شما میدی به دخترت میدی دیگه، دستش میکنه خیلی خوشحاله. خب سوال جمعه تا که مال دختر خانومه، مسلمه مال دختر خانومه، چون فقط خانوم میتونست استفاده کنه. آها، یعنی مورد استفاده مشترک نیستش که مثل فرش که مثل فرش نیست. دقیقا. ولی وقتی فرشه سوال ایجاد میشه که خب متعلق به طرف مقابل. آره، فقط دختره مثلا دخترش که رو اون فرش نمیشینه که، بس این مجلس مشترکه. وقت راجع به اتومبیل و اون وسایل خونه که هست، یخچال، تلویزیون، کامپیوتر، چیزای دیگه، دادگاه هم به روش‌های مختلف عمل می‌کنن نسبت به لوازم داخل منزل. در بعضی مواقع من دیدم که بعضی از دادگاه‌ها دستور میدن که با توجه به اینکه همه جنسان نوعه و عروس خانم و آقا دوماد زیاد سال زیادی مصرف نکردن و هنوز اسناد نشون میده که دارن قسطش رو پرداخت می‌کنن، دستور میده که یه ارزاب بیاد، اگر یکی نگه داره و نخواد به دیگری بده، میگه که ارزیابی میذاریم، ارزیابی میاد ارزیابی میکنه، قیمت رو مشخص میکنه که این اموال چقدر میارزه، بر اساس اون ارزش به طرف مقابل چیز میده. ولی اگه بچه وجود داشته باشه که بچه هم دارن استفاده میکنن، دادگاه به نظر من میاد که در موارد مختلف مایل نیست زیاد وارد قضیه بشه، از دو طرف درخواست میکنه یه جوری به ترازی تقسیم کنه. و مسلمه که اگه مثلا سه تا بچه وجود داره، لوازم خونه وجود داره، مسلمه که قاضی دلش نمیخواد که دستور بده که این مبلا از زیر پای بچه ها خالی شه. بله، بچه ها محروم نباید بشن. محروم نباید بشن. به تبع دادگاه روش های مختلفی رو در نظر میگیره نسبت به صدور حکم، وارد جزئیات نمیشه. مگر اینکه یکی بگه اوکی میدونی چیه، حتی ما داریم راجع به افراد معمولی صحبت میکنیم و نه در افراد پولدار و ثروتمند، که مثلا در خانواده معمولی کسی دعوا راجع به لوستر نیست، ولی در خانواده ثروتمند یعنی یه لوستر 150 تا 300 هزار دلار می‌ارزه، قابل توجهه. تابلوهای نقاشی و تابلوهای نقاشی اگر که عروس خانم با خودش آورده مثل هر اموال دیگه ای باید ارزیابی بشه. اگر در طول ازدواج پدر عروس، مادر عروس، دایی عروس، عموی عروس با چیز تابلوی رو به ایشون داده، اونا استثناست. ولی اگه دو طرف کسی رو نداشتن که واسشون هدیه بده، خودشون خریدن، مشترکه دیگه، اون جزء اموال مشترکه. بعد ببینیم کی میخواد ارزیابی بعد بشه و قیمتش تقسیم بشه. این نسبت به اموال میمونه. نسبت به قسمت دوم که شما فرمودین ماشین و لوازم، خب ماشین معمولا اسم داره روش، اونرشیپش مشخصه. الان من توی پرونده موکل من دو تا ماشین داشت که یکیشو گذاشته بود در اختیار همسرش که به اصطلاح استفاده بکنه، بچه‌ها هم می‌خواد ببره جایی با اون ببره، چون همسرش ماشین نداشت. ولی در قسمت تقسیم اموال ارزش میزان ولیو این ماشین در روز سپریشن حساب شد، نصف قیمت ماشین به خانم داده شده بود. در این عالم خانم با ماشین می‌رفت پرونده، وقتی حکم نهایی صادر شد ما برگشتیم بودیم که ماشین با ما باید برگردونده بشه، چون نصف پول اون ماشین رو به خانم دادیم. اگه خانم میخواد بخره باید ارزیابی کنه و مایل باشه میتونه قیمت بازار فعلی رو یا هر قیمتی که میخواد رو به موکل ما ارائه بده و موکل ما چیز کنه. یعنی میخوام بگم که در مورد ماشین برمیگردیم به مالکیت، چون وقتی که شما میگیم مالک ماشین، مثلا تو همین پرونده که از کم دو تا ماشین متعلق به موکل منه، روز سپریشن دو تا ارزش مال میاد روی همین. ممکنه دو تا ماشین به اسم خانم یا آقا باشه، فرق نمی ولی کنه. مشترک دیگه، بعد
جزء امواله. اموال مشترک. بله. نه جزء امواله، اموال میباید تقسیم بشه. آها. بله. اموال مشترک منظور وقتی میگیم مشترک یعنی اینکه مالک اون مال جفتشون روی تایتل هستن. آه. مثل خونه جوینت. بله. اگر جوینت باشه که یکی باید سهم دیگری بخره یا اینکه بفروشدش، ولی اگر که یه نفر مالکه، اون مالک دیگه، مالکه. مثلا دو تا ماشین یا سه تا ماشین به اسم آقا باشه، سه تاش مالکه. به طب در اگه یادتون باشه میگیم تقسیم اموال جزء اموال آقا حساب میشه. آه. نصف ارزشش به خانم داده میشه. بله. مثلا تو این پرونده که اخیراً حکمشو حکم نهاییش دادگاه صادر کرد، ماشین جزء اموال آقا بود که خانم نصف ارزش ماشین رو در روز سپرشن به خانم داده بودی. بله. و ماشین خب دست دوم بود، ولی روزی که حکم صادر شد بعد از دو سال، مطلبی که داشت این بود که قیمت ماشین چون از قبل به خانم داده شده بود و جزء کانسیلیشنش بود، خانم نمیتونست به این ماشین دیگه بگه به من ماشین رو حق داشته باشه، برای اینکه سهمشو گرفته بود. سهمشو گرفته بود. حالا مهم نیست که قیمت پایین رفته باشه یا بالا رفته باشه. دقیقاً. حتی تو اون مقطع که ماشین بود، قیمت ماشین فکر کنم 7000 دلار بود، در روز فاینال کورت اوردر که صادر شد، قیمت ماشین رفت بالا به دلیل اینکه سکن هم بود و چند هزار دلاری رفت بود بالا. ولی خب منظورم اینه که به این صورت عمل میکنه دادگاه به تبع مثلا ماشین، مگر اینکه لیست باشه که لیست متعلق به هیچ کس نیست. آقای دکتر، راجع به کلکسیون چی؟ مثلا کلکسیون تمر، سکه و اسکناس یا تمر سه با ارزش دیگه. ببینید اینا امواله. امواله. به تبع اگر که عزیزی کلکسیون تم داره میبایستی که اگه قبل از ازدواج بشه داستانش فهم بکنه. خب کلکسیون تمر به این صورته که اکثر ایرانیای نسل من نسل فعلی زیاد اطلاع ندارم، ولی نسل من مثلا زمان شاه تمر جمع میکردن. منم جمع میکردم. بله. چون تشویق میکردن مردم ایران رو که در دوران شاه که برید جمع بکنید، از شاه افزوده پیدا میکنه و خب یه چیز کار خیلی خوب بود، به صندوق خیلی خوبی هم بود. خب اومدی به وقت ازدواج که برسی، اگر که فرد برسه و تمرا رو هنوز داشته باشه، باید نگاه کنیم که تمراش چقدر میارزیده. مثلا 100 دلار، 200 دلار، 500 دلار، 1000 دلار چقدر میارزیده. این میشه با این تا اون تاریخ که وارد ازدواج میشه، یعنی اون مقطع رو بگیریم روز ازدواج، تو اون مقطع میشه مبلغ که آورده است، بهش میگیم آورده. با این مبلغ وارد ازدواج میشه که همیشه باید این کردوگه در طول ازدواج هم که این تمره رو داشته هنوزم مال خودشه، جوینت نیست، و بعد از اینکه ازدواج تموم شد و به سپریشن رسیدن، باید یک کارشناس رسمی پیدا کنن، قیمت تمره رو مشخص کنن، برای اساس اون میگن که مثلا با 100 دلار وارد ازدواج شده، حالا مثلا میارزه 10000 دلار، 9900 دلار میشه ارزش تمرا که باید این تقسیم بشه بین خانوم و آقا. چون سکم همینه، چون من میبینم که در غرب دو تا کلکسیون با ارزشی که من میبینم، حتی کلکسیون دیگه هم هستش. پس ولی به این صورت آقای دکتر میشه نشه گرفت که یکی مثلا یه خونه ای رو میاره که قبل از ازدواج 100000 دلار میارزه، بعد از ازدواج بعد از سالها این فرض کنیم میشه 500000 تا. اون 400000 تا اضافه تقسیم میشه؟ دقیقا. ولی خب پیچیدگی های خاص خودشو داره، یعنی همین راحتی نیست. برای همین هم هستش که من پیشنهاد میکنم که اگر شما عزیزان وارد مرحله پروسه سپریشن میشه و احساس میکنید که همسرتون میخواد شما جدا بشه، حتما با یک وکیل مجرب در امور خانواده تماس بگیرید، روی این مسئله خوب کار بکنید، به دلیل اینکه همسرتون ممکنه که یا شما بدونید تعهداتتون چیه، حقوقتون چیه، و همچنین مثل بعضی عمل نکنید که به یه سال دو سال بزنید از این سپریشن بگذره، بعد یه افراد متوجه شید که اموال فروخته شده، به طور قانونی هم در کانادا فروخته شده و نباید به شما اعلام می شده و اموال منتقل شده به کشور خارج از ایران، کانادا، و به طب دسترسی چیزی. بسیاری موارد دیدم که بعضی از خانم‌ها با این مشکل مواجه شده، اموال رو همسرشون فروخته و رفته خارج کشور، پول را مرده خارج کشور، و اینجا حالا این خانم مونده بدون هیچ اموالی، و به تبع توی مقطع
کار بسیار سخته و آپشنامون خیلی کمه، کاری که بتونیم انجام بدیم به نحو مناسب کمه. ولی اگر شما همسرتون جدا شدیم و احتمال میدیم که اموال میخواد خارج بشه از کانادا، به نظر من بهترین کار اینه که سریع با یه وکیل مجرب توی این زمینه تماس بگیرید که اون بتونه پرونده رو به نفع مطلوب هم بررسی کنه، لیگل ادوایز مناسب به شما بده و همین که اگر لازم هست از طریق دادگاه عمل بشه و اموالی متوقف بشه و توقیف بشه بتونید این کار رو انجام بدید. من فکر میکنم آقای دکتر که کسانی که به این برنامه دارن توجه میکنن، این سری برنامه ها که نگاه میکنن مشاوره حقوقی نیست، البته آگاهی های حقوقی رو داریم میدیم، همه به این نتیجه رسیده باشن که وجود یک وکیل در هر نوع معامله بهترین فکر و ایده است که جلوی ضررهای بعدی رو نگیره و از حق و حقوق طرف دفاع بکنه. این یه چیز طبیعیه و به نظر منطقیه، فکر کنم همه به همین نتیجه رسیده باشن. به هر حال سپاسگزارم از برنامه‌ای که داریم با هم دیگه، از این اطلاعاتی که با ما میدید سپاسگزاریم. واقعا به اصطلاح چشمو باز میکنه و آگاهی دهنده است. شما ممنون آقای دکتر. با تشکر از شما آقای زرین مهر و همچنین با تشکر از بچه اتاق فرمان که برنامه رو دارن ضبط میکنن و همچنین با تشکر از بینندگان محترم که وقت میذارن و از این برنامه رو تماشا میکنن، امیدوارم که مورد بهره برداری قرار بگیره. بله، با سپاس از شما که بیننده ما بودید. تا هفته آینده همه شما رو به خدای بزرگ بسپاریم. خدا نگهدار. خدا بزرگ.